اخراج افشین آذری از یه برنامه تلویزیونی معروف توی کشور آذربایجان و تلویزیون باکو. با ما توی این ویدیو همراه باشید، جزئیات این اتفاق رو بهتون میگم و ویدیوی کوتاهی هم از این برنامه و رفتار زشت مجری اون رو میبینیم با هم. شما هم برای اینکه ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام، چطورید رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال و احوال خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. خب، ماجرا از این قراره که افشین آذری، خواننده قدیمی و معروف آذری زبان کشورمون که بین آذری زبان‌های ایرانی و خارجی محبوبیت بالایی داره، یه برنامه‌ای توی کشور آذربایجان دعوت شده بود و مجری این برنامه تلویزیونی زائور کمال به یه رفتار زشت رو با این خواننده انجام داده و به شکل توهین‌آمیزی افشین آذری رو از استودیو بیرون کردش. زائور کمال وسط اجرای برنامه صحبت‌های تندی رو علیه افشین آذری انجام داد و گفتش که چون برنامه ما انقدر خفنه که توی ایران هم بیننده داره، تو رو دعوت کردیم، وگرنه توی کشور آذربایجان کسی اصلا تو رو نمی‌شناسه. حالا شاید آهنگاتو شنیده باشن ولی اسمت رو هیچ کس نمیدونه. توی خیابونم ما از مردم گزارش گرفتیم، هیچ کس حتی یه نفرم تو رو نمیشناخت. بعدش توی یه اقدام غیر حرفه‌ای ضمن افشای یه گفتگوی خصوصی که با افشین آذری توی پشت صحنه برنامه داشته و در مورد دعوت از سایر خوانندگان ایرانی صحبتهایی رو انجام دادن، او رو از استودیو بیرون کرد. بریم بخشایی از این گفتگو رو تماشا بکنیم. Kişinin xüsusi sözləri belə yaxşıdır ki, bir-birinin yanında qalmış. Axı kişilikdən deyil ki, orada məni görəndə kənara belə fırlanmaq. Harda? Burada girəndə. Mən səni efirdən çıxardacağım bugün. Sən bir də mənim... اما در واکنش به این رفتار زشت زائور کمال، افراد زیادی این اقدام رو محکوم کردن و حتی شورای رسانه کشور آذربایجان این مجری رو توبیخ هم کرده بود. و داخل کشور هم افراد مختلف مثل رحیم شهریاری به حمایت از افشین آذری پرداخته بودن. نظر شما چیه دوستان؟ نظرتون راجع به این رفتار زشتی که این مجری آذربایجانی داشته چیه؟ به نظرتون کار درستی کرده؟ و اصلا خواننده های ایرانی در شأنشون هستش که برن برنامه‌های اینجوری توی تلویزیون‌های بیگانه حضور پیدا کنن؟ حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت‌ها بنویسید. یادتونم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.